وقت شما بخیر. درود بر شما. وقت شما بخیر. وقت شما بخیر. همچنین با شما بفرمایید قدم کجا. با شما همینطور عزیز. با شما. برادر رسول. جانم. خواهش شما عزیز، خدا خیلی هم از ایران مزاهم میشم. جانم خواهش شما، مراهم هستیم، بفهم انتماعات دعا داشتم از خداوند و قلب و فرق شما. سپاس گذارم، مهر شما بیپاره، شوارم بیپاره. آه متاسفم، خیلی متاسفم. دست بارم خالی برادر رسول، خیلی ناراحتم. جانم ما هم ناراحتیم، باور کنید ما هم خیلی ناراحت هستیم. ما فقط تنها کاری که میتونیم بکنیم قدم خیر جان اینه که به توسط این شبکه ها اعلام کنیم ناراحتی شما رو. بله بفهم. خیلی ممنون. خواهش کنم از خواهرم سمین میخوام. خیلی ناراحتم خدا جان. خدا مسیحم به دستمون رسیده اونم میخونم. جان ناراحت نامید نباش، عیسی مسیح امید ماست. مسیح امید همه ملت هست. امید تو هم هست قدم خیر جان. مطمئن باش که خداوند عیسی مسیح آرامش میده. من از خواهرم خواهش می‌کنم برای شما، برای آرامشت اینو بدونیم. ما تو مشکلات سختی هستیم اما اجازه ندیم که غم بر ما تسلط پیدا کنه. چرا اعلام میکنیم حرکتی کنیم؟ چون ما رویا داریم. ما رویای آزادی ایران رو داریم. ما رویای آرامش مال ایرانی ها داریم. ما رویای اینو داریم که ایرانی ها تو شادی هستن. آمین. فرزندان خدا اجازه نباید بدن غم و ناراحتی اونها ساکن بشه. آمین. اتفاقا قدم خیر جان تو باید بری امید بدی به هموطنانت که توی ایران. آمین. آمین. بفهم لطفا برای شما. امیدمون به خدا. آمین. خداوند خداوند خواهرم قدم خیر رو همین الان به حضورت میارم و در روح زانو میزنم و میگم عاشقتم خداوند. خانواده قدم خیر عزیز رو به حضورت میارم، همسرش و پسرش و خداوند، چون اونها تو دستای تو قرار دارن پدر جان. آمین. تو امانوئل هستی خداوند، تو با ما هستی، تو با قدم خیر و همسرش و فرزندش هستی پدر جان. آمین. خداوند خودت در کلامت اعلام میکنی که زمانی که ما در خواب هستیم تو به فکر فردای ما هستی. هللویا. و ما ایمان داریم که خداوند تو فکر خدیجه همسرش و پسرش هستی. آرزوهای دل خواهرم رو به حضورت میارم پدر جان و به دستهای مبارک و پر از عشق و پر از محبت و پر از گذشت و پر از برکت آسمانی میدم خداوند. و همه اینا رو به نام مقدس عیسی مسیح زنده آوردم و با ایمان دریافت کردیم. آمین. 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 آمین که خواهرم با ایمان دریافت. آمین. اگر مطلبی نیست شما رو به دستان خدا میسپارم. جلال برنامه مسیح. بریم با هم مضمون 120 رو نگاه کنیم. حتی توی قدیمیش من مطالعه می‌کردم، شما تفسیری الان میبینم دارید. نگاه کنیم که واقعا افرادی که در حیله هستن و با حیله‌گری سعی میکنن کاری رو انجام بدن نمیتونن توی جایگاه درستی باشن و ما میبینیم که متاسفانه نظام اسلامی که ریشش از حیله هستش دروغی هستش. همه ما به نوعی میدونیم دیگه. بله. حتی دروغ مصلحتی رو ما میبینیم توی اسلام به ما آموختن و بله. همچنین در اسلام ما داریم میبینیم که قانونی هست که برای نجات خود اسلام ما میتونیم دروغ بگیم. حتی ما که نه، مسلمون ها یا دولتمندان اسلامی میتوانن دروغ بگن و در طول تاریخ از این دروغ ها بسیار گفتن. مثلا محمد قرار بوده بکشنش، از جاش بلند میشه علی میره میخوابه. تو چی بشه؟ تو اینقدر از نظر روحانی قوی نبودی محمد که بشینی و برفرض بگی حالا فرشتگان از من مواظبت میکنن، علی رو میذاره. حالا همین هم خودش دروغه و یه داستان دیگه است. اما میخوام بگم که همش دروغ، همش حق بازیه عزیزان. و جمهوری اسلامی در طول این 40 سال به پیروی مکتب اسلام در دروغ و کلک و حق بازی بوده. باید به خودمون. آمین. یه خورده تلخ میشی. به طور خاص تو هم وطن عزیزم که مسلمان هستی، هرگز تحمل چنین صحبتهایی که موقعی که من مسلمان بودم نداشتم. اما شرایط امروز شرایط دیگه ای شده. آگاهی رسیده، بیدار شیم ایرانی ها. آگاهی الان هست، بهانه نداریم، دلیل نداریم، نمیتونیم بگیم که زمان ما نبود چنین چیزی. چرا؟ الان هست، اینترنت هست، روی اینستاگرام هست، شما دارید میبینید. اون قرآنی که یه زمانی میافتاد زمین هم بزنش، خود من
بچه بودم مادرم به من میداد، میرفتم خرما میگرفتم پخش میکردم. حالا داریم میبینیم توی کمپین قرآن سوزی ایرانی ها دارن قرآن رو میسوزن، هیچی هم نمیشه، تازه آزادم میشه. چیه؟ یه مش جملاتی که پر از خشم هست درش و میگه بکش اون کافره، اون نجسه، زنتو بکش، زنتو بزن. شما ببینید آیه باب سوره نساء رو نگاه کنید، چقدر بر علیه زن صحبت میکنه، چقدر بر علیه دیگر باوران به عنوان کافر و نجس صحبت میکنه. این اندیشه اندیشه ای اصلا نیست که از طرف خدا بیاد، که خدایی که گفته من انسان رو آفریدم شکل خودم بشه و مقدس باشه. خدای قدوس میخواد انسان مقدس بشه. بعد چگونه میتونه ما بگیم خدایی هست که انسانی که آفریده حالا میگه این نجسه؟ خب خدا نمیدونسته این نجسه، چرا باید به دنیاش بیاره؟ چه گناهی کرده اون بچه که با یک باور دیگه توی خونه بدون خداوند این گونه نگاه نمیکنه؟ پس اگر مذاهبی هستن این گونه نگاه میکنن از طرف خدا نیست عزیزان، باید با هوشیاری به اون توجه کنیم. بشنویم لطفا مزمور 120. ممنون میشم. وقتی در زحمت بودم از خداوند کمک خواستم. و چقدر خوبه که امروز اولین قلم روی ما قدم ما این باشه که از خدا دست یاری بخوایم. آمین. خدایا ما چگونه از این زحمت رهایی پیدا کنیم؟ حالا این زحمت چی هست؟ بله، و او به داد من رسید. آمین که او میرسه به داد قوم اسرائیل، رسیده به داد تمام ملت‌هایی که امروز اکثرا مسیح هستن رسیده. آمین. ولی آیا مسلمانان جهان میان یه خود اندیشه کنن؟ حتی قرآن خودشون رو نمیخونن. جالب اینجاست. فقط میبوسن میذارن رو تاخچه. بله. ولی کاری ندارن باهاش. اگر بخونن مانند خیلی از مسلمان همچون مثل ما آگاه میشیم که این نمیتونه از طرف خدا باشه. این جملات از طرف خدا نیست عزیزان. بله. ای خداوند مرا از دست دروغگویان و مردم حیله‌گر نجات بده. واو. میتونیم بگیم خدایا ما را از دست نظام دروغگو، نظام حیله‌گر رهایی بده. بله. آمین. ای حیله‌گران میدانید چه در انتظار شماست؟ ای نظام اسلامی میدونید چه چیزایی در انتظار شما هست؟ هم روی زمین هم بعد از مرگتون چه چیزهایی. پس توبه کنید، تا فرصت هست توبه کن. آمین. ای بسیجی عزیز، ای پاسدار عزیز، ای آخوندی که حقیقتا خدا رو دوست داری، شاید امروز مثل من خدا رو نچشیدی، حق داری، اما خواهش میکنم اگر بخواید ما برای شما انجیل میفرستیم. آمین. روی اینترنت هم هست، انجیل رو مطالعه کن. اگر حقیقتا انجیل رو مطالعه کنی، مطمئن هستم بی‌طرفانه انجیل رو مطالعه کنی، هرگز مرید کتابی به نام قرآن و شخصی به نام محمد نخواهی شد. این یه بوده. بوده دیگه این هست، ملتی رو به ظلم و ستم درآوردید که دارن اذیت میشن. قبل از اینکه آقای آخوند قبل از اینکه دیر بشه، این لباس عربو از تنت درار، لباس ایرانی رو بر تنت کن، حالا با همون باورم که هستی به ملتت نشون بده که تو با مردم هستی. قبل از این که دیر بشه، اینو برای خودت میگم، اینو برای باورت دارم میگم. بله. تیرهای تیز و اخگرهای داغ. شما مانند مردمان ماشک و خیمه نشینان خیدار شرور هستید. وای بر من که در میان شما زندگی میکنم. وای بر این ملت ایران که بخوان بازم تحمل کنن این نظام اسلامی رو. اذیت میشید، بیشتر از گذشته اذیت میشید، باور کنید بیشتر از گذشته اذیت میشید. من در کناری که در کلام خدا هستم، در دعا هستم، در حضور خدا هستم و در طول این سالها خدا نشون داده به حداقل به خیلی از عزیزان که عطایای خدا با ما هستش. آمین. و خدا داره از من استفاده میکنه در کلیسا، در خدمتم، اما تحقیق در تو مسائل سیاسی هم کردم و همین الان که در خدمت شما هستم آگاهی و اطلاعاتی دارم نسبت به آینده ایران از نظر منطقی، از نظر منطقی که ایران در شرایط خیلی بدی قرار خواهد گرفت، خیلی بدتر از الان میشه. مشروط بر این که شما ملت ایران دست به همت بزنید، میتونید این شرایط رو به نیکویی تبدیل کنید. چگونه؟ همان گونه که یونس از طرف خدا خوانده شد و رفت به نینوا، به مردم نینوا گفت مردم نینوا
شما در گناه هستید، دولتتون توی گناه هستش، دست از بت پرستی و گناه و این شهوات وسوسه گناهالود بردارید تا نجات پیدا کنید. تازه اینم نگفت، گفت شما از بین میرید، ولی میگه اونها 40 روز روزه گرفتن، پادشاه روزه گرفت، توبه کردن و نظر خدا رو عوض کردن. خدا گفت نه، من برای چی قوم رو این ملت رو باید از بین ببرم؟ حتی این تعجب شد برای یونس. کتاب یونس رو بخونید، 2-3 برگم بیشتر نیستش عزیزان. این کتاب رو بخونید، یکی از انبیای بسیار انبیای کوچیک میگن، ولی کار عظمت خدا رو داریم درش میبینیم. مردم خواهش میکنم، خواهش میکنم، سکوت نکنید، بس دیگه. منتظر اینم نباشید آمریکا یه کاری بکنه. آمریکا داره یه کاری میکنه دیگه، هم که پرزیدنت ترامپ داره این حرفو میزنه. اپوزیسیون هم اینجا هستن. واقعا اگر این اپوزیسیون یک دل باشن، هر کاری بکنن، شما نخواهید کاری بشه، هیچی نمیشه، هیچی نمیشه، باور کنید هیچی نمیشه. هموطن، مانند کسیه که سرطان داره، مریضه یا معتاده، تا زمانی که خودش نخواد شفا پیدا نمیکنه. پس خواهش من از شما این است، خواهش میکنم دست به همت بشید، در کنار هم یک دل در برابر این نظام اسلامی بایستید. بله؟ از زندگی کردن در میان این جنگ طلبان خسته شدم. بله. من... چقدر مبارزه، چقدر زنگ میزنیم. خدا رو شکر ما اینجا در خدمتون هستیم برای دعا کردن. ولی وقتی که یک نفر زنگ میزنه به من اینجا به ما میگه که موقعیت مالیم بد هستش، گرونی هستش، من دارم یه دونه گوجه دیگه میرم میخرم در روز، من توی وضعیت خیلی بدی قرار گرفتم، چیزی که خریدم زده 6,000 تومان ولی خریدم 50,000 تومان، بعد دولت نظام دروغگو میگه 12% ما تورم داشتیم توی این مدت، 200% هم بیشتره. خب تو بیسوادی که بی خودی توی یک جایگاهی قرار گرفتی از نظر امور اقتصادی. مردم ما دیگه بیسواد نیستن، با مطالعه 20 دقیقه روی اینترنت میفهمن که آیا 12% یا 200% تورم توی ایران هست و این از عدم مدیریت مناسب و درست در ایران بوده. هموطن عزیزم، حتی اگر ما اینها رو به عنوان ظالمین نبینیم، به عنوان بیخردان دیگه نمیتونن باشن، بس دیگه. خود خمینی هم وقتی که اومد این هیلگر، گفت من میرم تو قم. ولی خب من در دورانی هستم که اونو تجربه کردم دیگه، صحبتاش یاد میگفت میرم تو قم، اما دروغگو بود دیگه. دروغ گفت رفت نشست اونجا، تازه گفت زنها بیان رأی بدن به جمهوری اسلامی. رضا سال 1341 خمینی نامه ای نوشت برای محمد رضا شاه که زن نباید رأی بده. چرا زنها رو مشغول کار کردی توی اداره جات؟ چرا میگی قاعد زنها رأی بدن؟ مطابق اسلام نباید رأی بدن. چی شد؟ به زمان اینا دروغه، همش دروغه. خودشون هم، خود خمینی هم نمیدونست شیطان داره گولش میزنه تا تورش کنه برای هلاکت. و امروز هم فرزندانشون همینطور، فرزندان نوه های خمینی کجا هستن؟ خارج از ایران با ثروت های آنچنانی دارن زندگی میکنن. عذر میخوام، ببخشید، به ریش ملت ایران هم میخندن، چون فقط مسئله پول و قدرت بود، نه خدمت. چه خدمت؟ کجا اصلا به فکر خود اسلام هم نیستن. اسلام برای اون اصلا ارزش نداره. مذهب و دین توی هموطن عزیزم که خودتو مسلمان میدونی برای اون ارزش نداره. اونا توی جایگاه دیگه بودن. به داد خودت برس، در دعا، در همت. بله. من صلح را دوست دارم، اما آنان طرفدار جنگ هستند. متأسفم. شما صلح را دوست دارید مردم؟ شما دوست دارید که ایران در صلح قرار بگیره؟ آمین. اما اونهایی که طرفدار صلح نیستن، به دنبال جنگ هستن، قوی ترن، قدرت دارن. چرا سکوت؟ خداوند از جدعون استفاده کرد وقتی که دید قوم اسرائیل متقاعد این شده که دیگه بت پرستی نکنه، یعنی الله پرستی نکنه، متقاعد این شده که دیگه اجازه نده ظالمین بر او حاکم باشن، خداوند جدعون رو انتخاب کرد. اول چیکار کرد؟ بت رو شکست. بله. خواهش میکنم زندگی تو تقدیس کن، دهان تو از نام الله تقدیس کن. آمین. الله خدا نیست، الله بت بابای محمد که عبدالله بود هست.
چقدر اینا دیگه خیلی ساده است، یعنی خیلی سخت نیست عزیزان تاریخ اسلام رو بخونیم. من مسلمون زاده ای که انقدر به این باور ایستاده بودم، جانم رو برای اسلام میدادم، دارم اینا رو میگم عزیزان. من توی خانواده کمونیست و مسیحی به دنیا نیومدم، با تمام آگاهی و دلایل و بیشتر به توسط روح القدس دارم با تو صحبت میکنم. من وطن عزیزم، آمین. زندگی تو تقدیس کن، آمین. از باورهای اسلامی. چقدر بی برکتی، چقدر بی برکتی. این مراسم عاشورا تاسوعا واقعا عین مراسم هالیوود بود ها، که اینجا هستش با این اشکال، با این کارهایی که کردید، کبوتر آتیش زدید تو سر خودتون، زدید عین بت پرستا، عین بت پرستا. کمی اندیشه کن برادرم، خواهرم، هموطن عزیزم. من خدا رو بهتر از تو میشناسم، دارم این حرف رو میزنم. من خدا نیستم، کفر نمیگم، این حقیقته. تو میخوای صلح بشه، اما در برابر تو کسایی هستن که اونها نمیخوان صلح بشه. میخوای چیکار کنی؟ میخوای سکوت کنی؟ اونها بر تو بیشتر حاکم میشن، بر خانوادت، بر فرزندت. امروز آب باریکه هست و آب باریکه تموم میشه. تا یه زمانی آب باریکه هست، تموم میشه، آبش باریکه، تموم میشه. هم وطن عزیزم، به دنبال این آب باریکه نرو. خداوند رودخانه های وسیع میخواد به تو بده، دریاها میخواد بده. قوم اسرائیل توی مصر به دنبال آب باریکه بودن، گفتن میریم ما گل لقط میکنیم، یه نون و پیاز میخوریم، ولی خدا گفت بزن بیرون از این مصر، از این بتخونه، از این دنیای جهالت، و من به تو میخوام کنعان رو بدم، اورشلیم رو بدم، شهر سلامتی رو به تو بدم، برکت به تو بدم. آمین. که بتونی زندگی خوبی داشته باشی. آمین. این هدف خداوند بود برای قوم اسرائیل. آمین. اما خب یه زمانی اینها بسته بودن، ولی خداوند به توسط موسی قوم اسرائیل رو بیدار کرد. بیدار شو هموطن عزیزم. آمین. بیدار شو و سکوت نکن بیشتر از این. تا کی میخوای تحمل بکنی که جوانان در برابرت پرپر بزنن؟ میگی جوون من نبود؟ جوون ما نبوده توی کردستان؟ جوون ما نبوده توی اهواز؟ تو یک روز 5-6 هزار نفر رو کشتن. از هر 10 تا دوست من 6 الی 7 تاشون رو جمهوری اسلامی اعدام کرده. اونا خواهر و برادر من نبودن؟ چقدر تا کی میخوایم انتظار بکشیم؟ اینجا طرف میخواد بره توی دولت یه کاری بشه، 35 سال قبل چپ نگاه کرده به یه دختری، حالا اون دختره پیر شده، خدا اینم پیره، میره شکایت میکنه دولت میسته، میگه او تو نظر بدی داشتی روی فلانی، نمیذاریم تو دیگه باید دولت بشی. بله. شما ببینید چه انصاف و عدالتی اینجاست، تو کشور ما چه انصاف و عدالتی است. فیلم کلیپشو نشون میدم که نماینده های مجلس دارن تجاوز میکنن به دختر مردم، هیچ کاری کسی نمیکنه. بعد میرن انگشت یک نوندوز رو قطع میکنن، دستشو قطع میکنن. تا کی میخوای تحمل کنی این ظلم و ستم رو؟ هم وطنم سکوت بسته. بله تموم شد. تموم شد. بله.